سلام، پنجشنبه 11 و جمعه 12 بهمن 97، 31 ژانویه و اول فوریه 2019 میلادی. بازخواهی از این که برنامه دو روز در یک روز خدمتتون ارائه میشه به دلیل شرایط جوی که وجود داشته، در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار کوه موش زایید، یعنی سه وزیر خارجه اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان، اعلام کردند که سازوکار جدید مادی که نامش هم به اینستکس یا وسیله تسهیل تجارت تبدیل شده، مخففش رو اینطور گفتند، شرکت 3000 یورویی در گوشه وزارت دارایی فرانسه تأسیس شده. یک کارمند سابق بانک آلمانی هم مسئول اون هست و قرار است بعد از تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی که برنامه ایران به برجام متحد بوده و پیوستن ایران به لوایح FATF، این وسیله اجرایی بشه. اما نکته مهم این است که اعلام کردند که این روش که در واقع بانک مستقیما طرف ایران نمیشه، بلکه پولی اگر به اروپا میره به این صندوق به اصطلاح میره و از اونجا به فروشنده اروپایی واگذار میشه، مشمول کالاهایی که امریکا تحریم کرده نمیشه. به این ترتیب این سازوکار محدود میشه به مواد غذایی و دارویی، دست کم در وهله اول، چیزی که تحصیل حاصله برای اینکه امریکا هیچگاه اینها رو تحریم نکرده بود و از همون ابتدای تحریم های جدید امریکا سوئیس اعلام آمادگی کرده بود که شاید چند بانک زیر نظر امریکا مبادلات و معاملات غذا و داروی ایران رو انجام بدن. اسپوتنیک روسیه هم گفته که این سازوکار راه به جایی نمیبره و از اروپایی ها انتقاد کرده و گفته حتی جرأت نکردند اسم SPV رو روی اون بگذارند و اسمش رو وسیله تجارت، تسهیل تجارت قرار داد. در ایران مسئولین وزارت خارجه از امثال آقای عراقچی یا سخنگو تاکید کردند که این قدم اول، بعدن قدم‌های بعدی برداشته میشه که به نظر نمیرسه چون این چیزی فعلا در دور نما باشه. بیشتر به نظر میرسه با فشار خانم موگرینی اروپا یک چیزی رو اعلام کرده که بگوید قدمی برداشته. جالبه که در ایران لوایح پیوستن به لوایح FATF، دو تاش البته ظاهرا تصویب شده، ولی پیوستن به کنوانسیون پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که در شورای تشخیص مصلحت نظام هست، از 20 بهمن هم باز به تأخیر میفته و آقای مصباحی مقدم گفته چون تعطیل این روز فعلا باز هم به تعویق میفته. لایحه CFD هم که کماکان محل اشکاله. فیسبوک 783 صفحه فیسبوکی مرتبط با ایران رو تعطیل کرد. ردیابی فیسبوک نشون میداده که اینها از مرکز ایران ولو در کشورهای دیگه باز شدند و فعالیت تبلیغی هماهنگی رو با از سوی حکومت ایران انجام میدن. همین کار رو فیسبوک با روسیه هم کرده. آقای مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هم 12 بهمن ماه در توییتر با هشتگ 40 سال شکست نوشته که 40 سال شکست و ناکامی و گفته رژیم ایران همواره
ایدئولوژی رو بر منافع و رفاه مردم ارجحیت دادیم. موضوع دوم این که آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای در مهمانی یکی از اعضای جامعه مدرسین قم عنوان کرده که شروع به تعریف از مجتبی خامنه‌ای کرده و گفته حتی در حال حاضر هم برخی مسئولیت‌های مقام رهبری رو به عهده داره و نه فقط خودش هم مجتهد بلکه تعدادی از شاگردانش هم مجتهد هستند. مدت هاست که مطرح مجتبی در واقع مثل قائم مقام آقای خامنه‌ای کار میکنه. بسیاری از سرکوب ها و کشتن ها به خصوص دی ماه گذشته مستقیماً او مسئول بوده و نهادهای اطلاعاتی نظامی و غیره به او وصل هست. بخش کنترل پول ها هم نظارت داره و ظاهراً با این اظهاراتی که اخیراً شروع شده او را آماده می کنند که از تاریک خانه بیت بیرون بیارند و به تدریج در معرض مردم قرار بدن. پاره منابع خبری هم گزارش کردند که فردی به نام تورج اسماعیلی از بخش سایبری شورای عالی امنیت ملی به ترکیه گریخته و چون تیم های ترور جمهوری اسلامی و اطلاعات ترکیه قصد ربودن یا ترور رو داشتن به یک سفارتخانه غربی که به احتمال زیاد سفارت آلمان هست پناه برده. بعد از آمدن این فرد بوده که احتمالاً اطلاعاتی هم که داده اروپایی ها بیانیه چندی پیش دادند که در اون خطر تهدید سایبری و حملات هکرهای ایرانی رو منعکس کرده بودند و خواستار دقت و کارهای پیشگیرانه مؤسسات اروپایی شده بودند. دهم بهمن ماه کنسرت حمید عسکری با حادثه جالبی همراه شد و اون که گیتاریست او خانوم نگین پارسا همخوانی با او داشته و چند ثانیه آخر هم تکخوانی کرد اما میکروفون او رو قطع میکنند و حمید عسکری میکروفون خودش رو در اختیار او قرار میده که با تشویق مردم مواجه میشه. این نافرمانی مدنی و روبروی حکومت ایستادن برای اینکه از تکخوانی خانوم ها جلوگیری میکنه از کارهای مناسبی است که در مقاطع مختلف کسانی مبادرت به اون کردن. بهروز بوچانی پناهنده کرد ایرانی که 6 سال در جزیره مانوس منتظر پناهندگی استرالیاست کتابی نوشته به نام هیچ دوستی جز کوه‌ها که با پیامک برای دوستانش در استرالیا میفرستاده و 2 نفر ترجمه اون رو به انگلیسی ترجمه کردن. این کتاب برنده بالاترین جایزه ادبی استرالیا به نام ویکتوریا شده، جایزه 100,000 دلاری استرالیا. و اینکه یک پناهنده‌ای که در سخت ترین شرایط زندگی میکنه چنین قله ادبی رو فتح میکنه. موضوع سوم اینکه مادر سعید ملکپور که 10 سال در زندان نامه‌ای به دادستان نوشته و خواستار آزادی او شده که 10 سال زندانی حتی بدون مرخصی حتی در فوت پدرش رو سپری کرده. سعید در مهر 78 به ایران رفت و با اتهام سایت پورنوگرافی درست کردن مواجه شد، در حالی که دائما خودش و وکلایش اظهار کردن او نرم افزاری نوشته بوده که امکان برداشتن از سایت ها از جمله سایت ها پورنوگرافی رو داشته و دیگران این نرم افزار رو به کار گرفتن. محمد علی زحمتکش فعال صنفی معلمان هم 2 بهمن در دادگاه انقلاب شیراز به 2 سال حبس و 1 سال تبعید محکوم شد.
اسماعیل مغربی نژاد نوکیش مسیحی 64 ساله امروز جمعه در شیراز بازداشت شد و تا الان خبری از او نیست. شرکت اگزوز خودرو که در خراسان رضوی ورشکست شده 200 کارگر رو بیکار کرده از 500 کارگری که در این کارخانه کار میکردن. موضوع چهارم این که اسکای نیوز عربی خبر داده از این که حزب الله لبنان در ماه گذشته توانسته فقط 60% حقوق 10,000 جنگجو و 5,000 کارمند و خدمه خودش رو بپردازه. آقای حسن نصرالله زمانی گفته بود که تمام و کمال همه مخارج و هزینه ها و حقوق و غیره اونها از ایران تأمین میشه. دولت لبنان بالاخره بعد از 8 ماه توانست تشکیل بشه که به نظر میرسه با این تنگنای مالی حزب الله رابطه داره. پارلمان اروپا دولت موقت آقای گوایدو در ونزوئلا رو به رسمیت شناخت به عنوان رئیس جمهور موقت و آقای گوایدو هم نامه‌ای به چین و روسیه دو حامی آقای مادورو نوشته و خواسته که اونها از مردم ونزوئلا حمایت کنند. امریکا فشار بر ترکیه و امارات آورده که خرید طلای ونزوئلا رو لغو کنند. امارات پذیرفته ولی ترکیه هنوز نامعلومه. اما موضوع آخر این که آقای جنتی از کیسه خلیفه بخشیده و ایشون فرمودن مردم گرسنگی رو تحمل میکنند ولی شکست انقلاب را نه. ایشون باید گفت مدت ها قبل انقلاب شکست خورده و شعارهای مردم که ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم گویای اونه. جناب علم الهدا هم فرمودند هر مشکلی برای مملکت پیش بیاید آقا منظور رهبری می روند چاه جمکران و از امام زمان نظر می خواهند و مشکل حل می شود. نمونشم اینیست که الحمدلله مملکت ظاهرن هیچ مشکلی ندارنده که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.